ایران در آینه جهان. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا: مردم در سراسر ایران تحت رهبری زنان جوان به اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مطالبه حقوق بشر خودشان از جمله آزادی مذاهب ادامه می‌دهند. اعتراضاتی که جرقه آن با قتل مهسا امینی زده شد که به دست گشت ارشاد دستگیر شده بود به دلیل اینکه حجاب وی کاملا موهایش را نپوشانده بود. ایالات متحده به ایستادن در کنار این مدافعان شجاع آزادی مذاهب ادامه خواهد داد. مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا درباره گزارش آزادی مذاهب: ایران بیش از 20 سال است که به عنوان کشور مورد نگرانی خاص تعیین شده است. این کشور یکی از بدترین کارنامه‌ها را در زمینه آزادی مذهب در جهان دارد. ایران همچنان گروه‌های اقلیت، بهائیان، مسیحیان و مسلمانان غیر شیعه را هدف قرار می‌دهد. ما شاهد اعدام‌های توهین‌آمیز وحشتناک از جمله دو مورد در همین هفته گذشته بودیم. ما یک سری تحریم‌ها را اجرا کرده‌ایم، اما از اقدامات سازمان ملل در محکومیت سوابق حقوق بشر ایران حمایت می‌کنیم. گابریل نورانها، مشاور اسبق وزارت خارجه آمریکا: ایران همچنان با کشتن و حمله به آمریکایی‌ها قصر در می‌رود. بایدن از تحمیل هر گونه هزینه واقعی امتناع می‌ورزد. بنابراین این اتفاق ادامه خواهد داشت. ما از نظر سلطه برتری داریم. باید این واقعیت را به ایران یادآوری کنیم. این شامل حمله به اهداف نظامی اطلاعاتی نه فقط در سوریه بلکه در داخل ایران است. دیدبان سازمان ملل: کارشناسان سازمان ملل اعدام‌های اخیر در ایران را محکوم کردند و خواستار توقف مجازات اعدام شدند. آنها اعدام‌های اخیر از جمله حبیب چپ، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به شدت محکوم کردند و خواستار توقف مجازات اعدام شدند. بر اساس قوانین بین‌المللی، محکوم کردن افراد به اعدام پس از محاکمه‌های ناقص به مثابه محرومیت خودسرانه از زندگی است. عفو بین‌الملل: 6 مرد از اقلیت عرب اهوازی تحت تعقیب ایران در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند. دادگاه انقلاب آنها را در ماه فوریه پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بر اساس اعترافات که تحت شکنجه گرفته شده بود به اعدام محکوم کرد. دادگاه عالی ایران اکنون احکام مجرمیت و احکام اعدام را تایید کرده است، به این معنی که این افراد در هر زمانی ممکن است اعدام شوند.